هرچه در وضع هوایی داخل هواپیما تغییر ناگهانی رخ دهد، یک ماسک اکسیژن در دسترس شما قرار خواهد گرفت. در این موقع فوراً سیگارتان را خاموش نموده، ماسک را به طرف پایین کشیده، آن را روی دهان و بینی خود قرار دهید، درست همانطور که هم اکنون مهمانداران نشان می‌دهند. به طور طبیعی تنفس کنید تا اینکه گفته شود دیگر به وجود ماسک احتیاجی نیست. در مواقع اضطراری جهت خروج از هواپیما باید از راه‌های خروجی که هم اکنون مهمانداران نشان می‌دهند استفاده نمایید. Jimmy!
صدات در میاد شلیک میکنم. شما چی هستین؟ واسه چی ریختین اینجا؟ پرونده کجاست؟ پرونده چیه؟ بگو پرونده کجاست. کاوه سهرابی. کاوه سهرابی همسایه است. شما حوزی گرفتین. خیلی خب را بیافت. را بیافت کجا؟ بندازش تو اتاق. شما از ما چی میخواید؟ گفتم بندازش تو اتاق. بگم کن اگه شوهرتو دوست داری خفه شو و الان میکشیمش. خب گوش کن ببین چی بهت میگم. هر چی میگم باید اطاعت کنی. چاره جز همکاری نداری. همکاری چی؟ رابیاف بعدم بهت میگم. من خونه کاوه سهرابی رو نمیشناسم. تو زنتو میخوای یا نه؟ دوست داری بگم با یه گلوله مغزشو داغون بکنه؟ منم همسایتون. بله آقای سهرابی، بهروز هستم. لطفاً باز کنید. صدا در بیاد خفت میکنم. برای تو بریم. وقت طرف نکن. بگو پرونده کجاست؟ کدوم پرونده؟ فکر نرو، همون پرونده که روش کار میکردی. بگو تو کدوم سلاخ سنبه قایمش کردی، وگرنه یک گله حرومت میکنم. پرونده اینجا چی کار میکنه؟ گفتم وقت تو تلف نکن. شما که همه جا رو گشتین، خب بازم بگردین، شاید پیداش کنیم. نبود، ببرینش. منش شما برمیگرده خونهت بی سر و صدا. هیچ احدی هم نباید بوی ببره. همه چی فراموشت میشه. نه چیزی دیدی نه چیزی میدونی. امشب هم مثل شبای دیگه است و نامیام سراغ یه گله خالی میکنم تو مغزت. چیکار داری میکنی؟ باید همه چیزو خبر بدیم. آماده شو. میخوای دوباره برگردن؟ این دفعه دیگه بهمون رحم نمیکنن. اصلا فکر نمیکردم این کارو بکنی. میتونستم تو رو از دست بدم. خب میگفتی من منزل سهرابی رو نمیشناسم. اصلا این کاوه سهرابی کی هست؟ بس کن دیگه. چقدر افتضاح شد. از خودم بدم میاد. همسایه‌ها فهمیدن؟ نباید بفهمن. نکنی بکشنش. نمیدونم. زنش اگه برگرده چی؟ برو بگیر بخواب. نمیتونم. تو باید فراموش کنی رویا. مگه میشه؟ برو انقدر کلافم نکن. گفتم نمیتونم. برو بگیر بخواب. میخوام تو خودم باشم. سلام علیکم. سلام. سلام. چاکریم. سلام. بابه بهروز خان چطوری؟ خوبم. آرتوش کجاست؟ رفت کاروان. خب چه خبر؟ خبر بد. چی؟ رفیقت تصادف کرده. خلیل؟ آره تو آلمان. طوری شده؟ خودش که نه، ولی کامیونش از کار افتاده. خوابش دیده بودم. از اون آدمای کله شقه. بنا بود از آلمان تیتا میگیره نه؟ آره. حاضری جلوشو بکشی؟ که چی؟ که اسبتو برداری بری آلمان. اگه کاراش تند ردیف بشه حاضرم. چش بود. پای تلفن خیلی دلتنگی میکرد. آره مگه پروازات فرصت میده که بهش سر بزنی؟
ببینم تکلیف پانتین چی میشه. میمونه شمال، برشون حاضر نبود. نشد آقا رضا میده میاره. حالا واقعا میخوای بری آلمان بدون من؟ آره، تو هم چند روز مرخصی بگیر، برو مطلقه پیش مادرت. من نمیتونم. چرا؟ چرا؟ اعصابم داغونه. از ترسشون قایم شدن. بیاین بیرون. نه خانوم، خودم دیدم از در خونه رفتن. بی خود در نزنین، اینا هیچ وقت خونه نیستن. یه دقیقه ساکت باشین. یه دقیقه ساکت باشین. انگار یه صداهایی شنیدم. چی؟ اومدش. شوهر من کجاست؟ قضیه چیه؟ چرا اینجا جمع شدین؟ شوهر منو برای چی بردین؟ شوهر شما چه ارتباطی به من داره؟ چه ارتباطی به تو داره آدم دوست؟ چه برای سر شوهر من آوردی؟ چرا بلوارا میندازین؟ چرا بیخودی به مردم تهمت میزنین؟ شما زندگی منو به هم ریختین، شوهر منو دزدیدین. اجازه بدین خانم به من توضیح بدین چی شده. بهتر از ما میدونی آقا. من بیخود هاشا نکن. یالا بگو الان شوهرم کجاست؟ میگه بگو آقای سهرابی رو کجا بردین؟ من نمیفهمم شما چی میگین. چرا دروغ میگی؟ من خودم دیشب دیدم. مطمئنی که اشتباه نمیکنین؟ با چشمای خودم دیدم. چند تام هم دست داشتی؟ چرا آشان نمیدی؟ یالا بگو چی از ما میخواستی؟ واسه چی ریختین تو خونه ای ما؟ سهرابی کجاست؟ چه برای سرش رو بردین؟ چی ازش میخواستی؟ من هیچی نمیدونم، از هیچی خبر ندارم. برد به کارتون. باش تو پدرتو در میارم. خیال میکنی مملکت هر کی هر کیه؟ من هیچی نمیدونم، از اینجا برید. باش تو ببینم. در باز کن آدم کش. بیچارت میکنم. پدرتو در میارم. شما بین ساعت 10 تا 11 دیشب کجا بودید؟ همینجا. چه کار میکردید؟ نشسته بودیم حرف میزدیم. این شیشه چرا شکسته؟ تو اسباب کشی شکسته. دیشب تا چه ساعتی بیدار بودید؟ نمیدونم، خسته بودیم، زود خوابیدیم. تقریبا 11 بود. صحیح. این کی شکسته؟ چند روز؟ تقریبا یه ماهی میشه. مطمئنی که یک ماهی میشه؟ سر صدا میومد اما هیچی معلوم نبود. نرفتید ببینید چه خبره؟ من از فضولی خوشم نمیاد. از فضولی خوشتون نمیاد یا نمیخواید بگید؟ آره نمیخوام بگم، اصلا به من چه مربوطه آقا. برین از کسی بگید. سب کنید آقا، اگر با من همکاری نکنید مجبور میشم با خودم ببرم. من که هرچی میدونستم گفتم. گفتید صدای شکستن شیشه آمد. آره اونم گفتم. قبل از درگیری یا بعد از اون؟ پیش از اون بود. شیشه که شکست خبرایی شد. خود همین بهروز بود، من اشتباه نمیکنم. همدستاشو ندیدم اما از صداهایی که میومد میشد فهمید چند نفرم. شما به عنوان مسئول و مدیر عامل اینجا کی متوجه شدید؟ یک ساعت پیش خانم سهرابی. یعنی بعد از 18 ساعت تازه متوجه شدید که کاوه سهرابی رو بوده. متاسفانه کارشون خیلی سریع و ماهرانه انجام دادن. نگهبان لابی کجا بوده؟ از تراس وارد شدن و موقع بردنش تو جایگاه نبود. شما کاوه سهرابی رو چقدر میشناسید؟ فقط میدونم شغل حساسی داشته. همین؟ متاسفم آقا. فقط متاسفید؟ من واقعا متاسفم و آماده همه نوع همکاریم. مهرابی دنبال چی هستی؟ چرا اینقدر کنجکاوی؟ سهرابی چیزی از اداره آورده بود خونه؟ نمیدونم، دیروز خونه خواهرم بودم. قرار بود آخر شب بیاد دنبالم. نگفتی دنبال چی میگرد؟ همون پرونده‌ای که با کاوروش تحقیق میکرد. آها، یه چیزی به هم گفته بود. فکر میکنم تو اداره باشه. نه اونجا نبود. پس پرونده رو با خودشون بردن؟ کان نداره. اونا کاور رو با خودشون بردن به خاطر اینکه پرونده رو پیدا نکردن. بهروز بذار بیام. برگرد، برو خونه، من زود میام. برو. یه
تو یه ماه ازدواج کردی با یه مهماندار هواپیما. پدر مادرت فوت کردن. برادر تو آلمان درس میخونه، خواهر ناتانی تو کانادا است، راننده ترانزیت هستی. تو خط اروپا کار میکنی، قصد داری یه بار مرجویی بزنی به ایتالیا. برای یه شرکت کار میکنی؟ درسته. شرکت تیزبال. تحصیل کرده ای؟ اون شب با عجله اومدی خونه تا طبق قرار قبلی؟ پس از میونه 40 واحد مسکونی صاف باید میومدن خونه تو تا بهشون کمک کنی بتونن کاوه سهرابی رو بی سر و صدا با خودشون ببرن. شاید فکر میکنی اتفاق ساده ایه ها؟ شما آدم بدبینی هستین. خوشحالم که اینو میشنوم. تو قبل از بازداشت همه چیزو انکار میکردی، اما حالا اقرار میکنی که با اونا همکاری کردی. تهدیدم کردن. چرا از اول اقرار گفتم که تهدیدم کردن. به چی میگشتن؟ یه پرونده همه خونرم گشتن اما هیچی پیدا نکردن. چی با خودشون بردن؟ فقط خود سهرابی رو بردن. برای چی بردن؟ من نمیدونم. حتی نمیدونی که اونا عضو کدام دسته و تشکیلات هستن؟ چی گفتین؟ اگر همه چیزو بگی به نفع هر دومونه. تو آزادی، میتونی بری. خب اگه بفهمن منو میکشن. اونا موقعی میفهمن که در بازداشتن. اگه قبل از دستگیری بفهمن چی؟ توصیه میکنم که مواظب خودت باشی. شما چه کمکی میکنین؟ چه کاری از ما برمیاد؟ اونا هر آن ممکن منو بکشن. خب این مشکل توه، نباید باشون همکاری میکردی. اونا مسلح بودن، اسلحه رو گذاشتن رو پیشونیم. اگه شما هم بودین باشون همکاری میکردین. انتظار داری چهار تا مامورم معطل تو کنیم؟ هیچ کس نباید بفهمه تو اینجا بودی. تو رو بردن کلانتری محل، از اونجا برمیگردی خونت، زندگی تو از سر میگیری، حقم نداری از شهر خارج بشی. تو خوبی؟ کجا بردن؟ اعصابم داغونه. همه چی رو بهشون گفتم. تو همه چیزو بهشون گفتی؟ نباید قضیه بیخ پیدا میکرد، ولی پای تو هم میمد وسط. نگران چی بودی؟ نگران تو بودم، ترسیدم کار به هواپیمایی بکشه. خب بکشه، مگه ما کار خلافی کردیم؟ ما تو داریم قاچاقی با هم زندگی میکنیم، چرا فراموش کردی؟ اگه ادارت بفهمه اخراجت میکنن. فهمیدم بیگناهی؟ آره، یه مدتی تحت نظر. آخه چرا؟ سهرابی رو پیدا کنن. نمیدونم. به اندازه کافی بازجویی شدم. بذار یه خورده آروم بگیرم. بذار یه خورده فکر کنم. میخوای چیزی واسط بیارم؟ یه لیوان آب، یه مسکرم بیار. رویا، تو چقدر منو میخوای؟ نمیدونی. میتونی بدون من زندگی کنی؟ چی میگی؟ ممکنه منو بکشن. کیا؟ همونا که سهرابی رو بردن. واسه یه چی؟ واسه اینکه من کاری رو کردم که اونا نمیخواستن. اونا کیان؟ یه گروه سیاسی. دیسپچ کوردینیتور؟ کوردینیتور دیسپچ بفرمایید. سلام، خسته نباشید. هواپیما از لحاظ کیترینگ و فنی آماده است. رو میتونم بیان داخل هواپیما. کوردینیتور، جهت اطلاع شما به علت نیامدن مهماندار سینیور ما فعلا 30 دقیقه تاخیر اعلام میکنیم. اوکی. دیسپچ ترافیک. ترافیک بفرمایید. دیسپچ تایید بفرمایید پرواز نیم ساعت تاخیر خورده. بله، تایید میشه.
خانم کجا بودین تا حالا؟ پرواز نیم ساعت تأخیر خورده، راننده میگفت شما منزل نبودین. گرفتاری داشته. آخ چه گرفتاری؟ گرفتاری خانوادگی. خیلی خب، پس سریع‌تر بریم تو هواپیما تا پرواز بیش از این تأخیر نخوره. کرو پروازم تو هواپیماست. راستی بعد از پرواز گزارش تأخیرتون رو به من بدین. باشه. جهت اطلاع قسمت‌ها، مشکل مهماندار برطرف شد و خانم مهماندار اومدن تو هواپیما. ترافیک، میتونید مسافر سوار کنید. تو با من کار خاصی داری؟ آره مهمه. زیاد طول میکشه؟ نه، میخوام بگم مدتی گرفتارم. خب یه نفر دیگر بفرست آلمان. خلیل رفیق توه، از تو انتظار داره. میدونم، گرفتار شدم. گرفتار چی؟ بگذاریم، داخلیه. با زنت حرفت شده؟ نه بابا. بهانه میگیری؟ بهانه چی؟ چون کرایش 50-50. ببین آرتوش، خلیل با من رفیقه، باش این حرفا رو ندارم. کامیونش تصادف کرده، نوکرش هم هستم، جارش هم میکشم. اما قضیه حادتر از این حرفاست، نمیتونم بهت بگم. برو به کارت برس. یکی رو بذار جمعن. خدافز. ازتون خواهش میکنم به من بگین چه بلایی سر کاوه اومدی. من هرچی میدونستم به اونو گفتم. به شما هم گفتم خانم سهرابی. من هیچ وقت به شوهرم خوبی نکردم. همیشه اذیتش کردم. نمیتونم تحمل کنم اون بمیره. نمیتونم تحمل کنم. منم از این موضوع ناراحتم، دارم عذاب میکشم. چرا نمیخواین قبول کنین؟ به من رحم کنین. خواهش میکنم، التماس میکنم، هرچی بخواین بهتون میدم. فقط شوهرمو به هم برگردونی. آخه من چیکارم؟ همینطوری افتادم وسط معرکه. تو هم دست اونایی. من میدونم. حق نداری اینجوری قضاوت کنی. این اینه واقعیته. شوهر تو مسئوله. اقرار کرده که هم دست اونا بوده. اگه هم دست اونا بوده پس چرا آزادش کردن؟ چون کارشو بلده. یه موزی آب زیر کاهیه که لنگش هم تویی. از اینجا برو بیرون خانم سهرابی. تو رو واسه چی آزاد کردن؟ به تو مربوط نیست. من باید بفهمم تو کی هستی. بهتر بود اول میفهمیدی شوهرت کیه و چه کار است که این ماجرا پیش اومده. آره درسته، تو بهتر میشناسیش، چون از همین خونه ماجرا شروع شده. برو بیرون. تو تکلیفت روشن نشده؟ خواهش میکنم از اینجا برید زودتر. سلام خانم، اینجا خونه بهروزه؟ برو بیرون. اینجا رو خربت کنید. بیرون. دو تا نسکافه درست کن، میخوام با شوهرت درد دل کنم. تو کی هستی؟ من فرخ، برادر کاوه سهرابی. من هیچ حرفی با تو ندارم، برو بیرون. گردن کلفتم گی شدی؟ گفتم برو بیرون. خوبه، اگه میتونی بیرونم کن. برو بیرون بهت میگم. بهروز دلش کن. فکر میکنم خیلی راحت میتونیم با هم حرف بزنیم. برید گم شید. من تو این قضیه کاره ای نیستم. تو گفتی، منم باورم شد. اگه کاره ای بودم ولم نمی کردن. درست به خاطر همین ولت کردن. سب کن، برمیگردم. فعلا حالت خوش نیست، شب میام یه معامله ای باید بکنم. غذاتو نمیخوری؟ با این وضعی که پیش اومده اونو بالاخره یه شب میان سراغم. فکر نمیکنم بو برده باشن. اگه بو ببرن چی؟ کار من ساخته است. فعلا باید از شر زن سهرابی و فرخ خلاص بشیم. میگم بیا از این مجتمع بریم. به همین راحتی. لااقل یه مدتی مخفی زندگی میکنی. سرعت سوالات کنید. حساب شده قربان. یه
کی حساب کرده؟ اون آقایی که اونجاست. حرف بزنه دکوپوس شو داغون میکنم. بابا رئیس. شما چی زنی خانم مهمان دار؟ چرا افتادی دنبال ما؟ مگه قرار نبود شام مهمونتون باشم؟ قار میزنی؟ اصل مطلب رو بگیم. من میدونم برادرم زنده. من هیچ چی نمیدونم. واسه من بازی در نیار. این برادرت کی که زندگی ما رو خراب کرده؟ شما بهتر میدونید. ما فقط میدونیم برادر شما همسایه‌مونه. همین و بس. درسته. یه بازپرسه و روی پرونده سیاسی کار میکنه. من اومدم اینجا پیشنهاد یه معامله بکنم. فکر نمیکنم اون رو رد کنه. چه معامله‌ای؟ با رئیس. با رئیس من؟ من میدونم واسه چی برادرم میگرفتن. اون نم پس نمیده. اما من حاضرم اعتراضی رو که ازش میخواین در اختیارتون بذارم. من واقعا سردر نمیارم. تفره نرو. تو باید این معامله رو جوش بدی. من فقط همین یه برادر دارم. نمیخوام قربان یه بازی سیاسی بشه. دوستانه بهتون میگم کمکم کنید. ما چطور میتونیم ثابت کنیم که اهل هیچ فرقه ای نیستیم و از سیاست بازی هم خوشمون نمیاد؟ من چطور میتونم باور کنم؟ به نفع شماست که با من همکاری بکنید، نه با مهرابی. من اینقدرام آدم آرومی نیستم. خیلی کل خرابم. خب فکراتونو بکنید. قرارمون فردا شب همینجا ساعت 9. این چیه؟ تو رو به مرکز بردن، همه چیز توی کاغذ بنویس و منتظر تماس باش. من باید با برادر شوهرت صحبت کنم. معلومه که نمیشناسمش، میخوام باهاش آشنا بشم. چه آدم آرومی نیست؟ میخوای زنده بمونی یا نه؟ باید هر کاری که میتونی واسه من بکنی. بور بخوای بهت بیدم، ویلا بخوای بهت بیدم، فقط کمک کن برادرمو نجات. گفتم که هیچ کاری ازم بر نمیاد. تو هم دست اونایی میدونه. تو منو چی حساب میکنی؟ اینو شکل شمایرت میگه، قیافت میگه، اینو زندگیت میگه. یه راننده ترانزیت، کسی که با همه جا ارتباط داره، ارتباط زمینی، زنت هم ارتباط هوایی. چطور میشه که یه راننده ترانزیت با یه مهماندار هواپیما ازدواج کنه جز اینکه یه پیوند مصلحتی باشه؟ من با اونا نیستم، اشتباه میکنی کله خراب. ولی قراره با تماس بگیرم. تماس بگیرم. رو خونه هست؟ کی میاد؟ نمیدونی؟ نه؟ چرا دروغ میگی؟ ببخشید یکم حواس پرتی داره. برای بفرمایید. من مهرابی هستم، همکار برادرت کاوه سهرابی. بیا اینجورم بگرد. ممکنه اینجا باشه؟ نه، کافیه.
چرا فکر میکنه اون پرونده محرمانه اینجاست؟ بعضی وقتا کاوه میومد اینجا میموند، موقعی که با زنش قهر میکرد. راستی تو اینجا تنهایی؟ آره فعلا با کاکولی. از کجا آوردیش؟ از پاکستان. راستش سه تا بودم، دوتاشون رو رد کردم، همین یکی مونده. اگه خوشت اومد ببرش، رفیق خوبیه، فقط یکم دروغگوه. تو ازدواج نکردی؟ نه، فکر میکنم ازدواج محدودم میکنه. کاکولی. این طرف ها بیا، بهت خوش میگذاره. هر موقع که دوست داشتی میتونم کلید رو تقدیمت کنم. خداحافظ. خداحافظ. تو گفته بودی که کاوه میاد خونه من؟ من نمیدونستم که اون میاد سراغ تو. مهرابی فکر کار خودشه، نه برادر من. هیچ اینطور نیست، تو باید گردن بهروز رو خورد کنی. اون میدونه شوهر من کجاست. انقدر ساده لح نباش، کار رو خراب نکن. موضوع خیلی به هم پیچ خورده، بذار کارم رو بکنم. چه کاری؟ منم باید بدونم. آروم باش، فقط همین. با بهروزم کاری نداشته باش، بذار باش قاطی بشم. قاطی بشی؟ تو اصلا میفهمی چی داری میگی؟ آره، این یه نقشه است، تنها راه نجات کاوه. سلام آقای جباری، ببخشید میتونم برم تو هواپیما؟ الان دیر اومدی اینجا، تون مهماندار استندبای آوردیم. تشریف بیارید دیسپچ، کاپیتان مجلسی با شما کار دارن. خانم، تأخیرهای شما باعث مختل شدن پروازها شده. صدای همه در اومده، گزارش شده چند بار سرویس آمده منزل اما نبودین. چی کار میخواییم بکنین؟ دوست دارین کارتون به کارگزینی بکشه؟ من واقعا عذر میخوام، به خدا گرفتارم، مشکلی دارم که الان نمیتونم بهتون بگم. اگه ممکنه یه فرصتی به من بدین. بسیار خوب، امیدوارم دیگه تکرار نشه. خیلی متشکرم. تو که همه جور گشتی، من اطلاع ندارم، نمیدونم پرونده کجاست. اون روز چیزی رو با خودش از اداره نیاورده بود. پرونده تو کیف سهرابی بوده، کیف کجاست؟ من چه میدونم، شاید با خودشون بردن. امکان نداره، کیف بعد دست تو یا فرخ باشه. اینطوری با من صحبت نکن، اون به چه درد من میخوره؟ من شوهرمو میخوام. تو موظفی هر چه زودتر کاوه رو نجات بدی. نجات کاوه در گروه پیدا شدن کیفه. من بدون پرونده نمیتونم رفیقمو نجات بدم. اما من چه کاری از دستم برمیاد؟ به فکر کیف باش. کیف. کجایی؟ اصلا میشه تو رو پیدا کرد؟ چیه؟ چه خبر شده؟ مهرابی فکر میکنه که پرونده دست من یا توه؟ بی خود فکر میکنم. ببینم، کیف کاوه اینجا نمونده؟ نه. مطمئنی؟ اون روز با خود مهرابی همه جا رو گشتیم. چیه؟ چرا من اینجوری نگاه میکنی؟ تو میخوای کاری بکنی؟ منظور چیه؟ بهتر نیست منو تو جریان بذاری؟ کدوم جریان؟ کیف کاوه اینجاست؟ یه بار بهت گفتم نه. تو دروغ میگی. گم شو از جلوی چشام. گم شو. الو، بهروز. بله. همه چی رو رو کاغذ نوشتی؟ شما فوراً برام بخون هر چی رو که اقرار کردی. من چیزی رو اقرار نکردم، اما میدونم که سهرابی اینم پس میده. یه نفر رو میشناسم که حاضر اطلاعاتی که از کاوه سهرابی میخواین در اختیارتون بذاره، به شرط اینکه سهرابی آزاد بشه. الو، الو. واقعاً میخوای باهاش همکاری کنی؟ فقط میخوام یه جوری از شهرش خلاص بشم. خواهش میکنم نظر بیشتر از این پای ما توی این قضیه کشیده بشه. باشه. اونا دوباره با تماس میگیرن. بیا. این چیه؟ این همون چیزیه که اونا دنبالشن. تنها راه نجات برادر من و تو تنها رابطه اون. تو این چیه؟
تمام اطلاعاتی که اون از برادر من میخوان. اگه این پرونده به دستشون برسه برادر ما آزاد میکنن. من چطور میتونم اینو بهشون بدم؟ گفتم اونا خودشون با تماس میگیرن، اما هیچ کس نباید بویی ببره. بهتر این کیف دست خودتون بمونه، ما آدرس میدیم که بیان از خودتون بگیرن. خوبه، بنازم به این فکر. ببین، ما علاقه به این موضوع نداریم. نباید با زندگی ما بازی کنی. فعلا که شما دارید با زندگی ما بازی میکنید. بهروز، این کارو نکن. اون فقط یه اتفاق بود، خودم هم نفهمیدم چطور شد. ما رو دست خوردیم، تو باید باور کنی. چشم، باور میکنم، به شرطی که صداقت به خرج بدید. خب، چرا چیزی نمیگی؟ آره یا نه؟ چرا دمنگ شدی؟ از من خوشتون نمیاد؟ من آدم ملیح و دوست داشتنی هستم. اینجا ببینم، بیا بچه کجایی؟ خود ناف تهران. از لحجه و آهنگت معلومه، تو که انقدر قشنگ میزنی بچه رو نمیخونه. بلد نیستم قربان. مگه میشه؟ اگه بخونی یه سدی بهت میدم تو یه کلاهی نو بخری و ژیگول بشی. تعارف که ندارم جان، والله بلد نیست. چرا قسم میخوری؟ ری بزن، من باید میام. بزن بزن بزن. لکوی خوشگله می جان و دل جسر تا به پاید زگولی، چرا نس کنی همش دمره، مرا نس کنی چله دکله، چرا از بکنی نکنی بکنی نکنی تیغ سیگارم، چقدر بزنی نزنی میمره لکو جان هیامون دیگارم، چرا از بکنی نکنی بکنی نکنی تیغ سیگارم، چقدر بزنی نزنی میمره لکو جان هیامون دیگارم. هره درم ایتم با هره مره ری بکن بیجار کارت، بیایی بیجا بینیشین کنه، ببین تی بسی قرار دن نرم، بیجار کل سر ایجا نشینی، ایده گب زنی، ایده گل چینی، بیا می بیجا بینیشین کنه، ببین تی بسی قرار دن نرم. من دوست داشتم خواننده بشم، میخواستم برم آلمان اپرا بخونم، اما نشد. چطور؟ کلن وضعم خوب نبود، اولش عین تو راننده بودم، بعدش زدم تو خرید فروش حشم و زمین و خونه کلنگی. خلاصه هر کاری کردم، اما از خوندن خیلی خوشم میاد. اگه یه شب نخونم دیوونه میشم. گاهی اوقات واسه دوستام تو مهمونی ها شب نشینی ها میخونم. البته انقدرام عاطفی نیستم، خیلی عصبیم، خیلی موهام واسه همین ریخت. خیلی خیلی خوش گذشت. قربون تو. شب بخیر. شب بخیر. ببخشید امانتیتون جا گذاشتی. اگه اینو بهشون بدم کارت با من تموم میشه؟ کارم تموم میشه، اما دوستیمون ادامه پیدا میکنه. خیلی خوب، تلاشمو میکنم. امیدوارم. شب بخیر. خسته نباشی. سنا تو این تو چی کار میکنی؟ بدن ببینم. سب کنم من میاد پایین. کاسبی خوبی را انداختی، فکر میکردم فقط خرید و فروش میکنی. بعضی کلنگی ها میصرفه، اینجا رو جواز تجاری گرفتم. خب از برادرم چه خبر؟ بیا بالا. از من چی میخوای؟ کیف برادرتو. مثل اینکه یه بار بهت گفتم دست من نیست. کاوه همیشه وقتی با زنش اختلاف پیدا میکرد میامد خونه تو؟ همیشه هم وقتی میرفت کیفشم میبار. چرا میخوای قبول کنم که اون سه نفر پرونده رو با کاوه بردن؟ چرا مطمئنی که نبردن؟ اگه پرونده رو با کاوه برده بودن الان بینشون کشت و کشتار میشد، چون کسی که برای مسئول سابق تشکیلاتشون تله گذاشت و باعث اعدام شد الان جانشین شده. چند نفر از تشکیلات بریدن چون به رئیس تازه‌شون مظنون شدن. برادر تو هم همونا بردن. حالا نه به نفع ماست نه به نفع تشکیلات که پرونده دست اون سه نفر بیفته. خلاص، حالا دست کی؟ دست تو. زخرف نگو. صبر کن. تو به چه جرأت این حرف رو میزنی؟ داد نزن.
یه نفر میشناسم که حاضر اطلاعاتی که از کاوه سهرابی میخواین در اختیارتون بذاره، به شرط اینکه سهرابی آزاد بشه. الو الو، اون یه نفر تویی؟ این کافی نیست، دلیل محکمتر میخوام. با اون پرونده میخوای چیکار کنیم؟ میخوای با اون سه نفر معامله کنیم؟ فکر میکنی اگه پرونده رو بگیرن کاوه رو آزاد میکنن؟ یا اینکه میکشنش و جنازه شو میندازن کنار خیابون؟ تو نعش اونو میخوای یا خودشو؟ توصیه میکنم وقتتو تلف نکن، به جای پرونده دنبال برادرم باش. برادرت همکار ماست، روی این پرونده خیلی زحمت کشیده. این یه پرونده محرمانه است، میفهمی؟ اگه لو بره زحمات چند ساله ما از بین میره. چرا درک نمیکنی؟ ما معین تو میخوایم کاوه زنده برگرده، اون بازپرس کارکشته‌ایه. پس برای اینکه همه کارا خوب پیش بره، کیف کاوه رو وردار بیار پیش من، منتظرتم. صبر کن. بله. الو. چی شد؟ قطع شد. اونا دوباره تماس میگیرن. مثل اینکه خودشون فهمیدن تلفن کنترل میشه. اگه فهمیده باشن میان اینجا. اونا نمیتونن از برادر من نتیجه بگیرن. هر طور شده دنبال پرونده میان. فکر میکنم مهرابی منو احضار کنه. اگه میخواستن تا حالا این کارو میکردن. از کجا معلوم تو رو از قصد آزاد نکردن؟ چرا از قصد؟ خب واسه اینکه تومه داشته باشه. بنازم به این هوش. پس شما متوجه شدید. خب اینم نظریه. مگه نه بهروز؟ منم اول اینطور فکر میکردم. قبل از اینکه با شما قاطی بشم. چای میخورید؟ نه بهتر فعلا از این موضوع بیاین بیرون. آره فکر خوبیه. اصلا واسه اینکه فضا عوض بشه دوست دارید براتون بخونم؟ اصلا خوشم نمیاد شما رو ناراحت ببینم. گفتم که من آدم ملی هستم. آیرلیس آیرلیس آمان آیرلیس هره بیر دستم اولار یامان آیرلیس. الو. We'll be right back.
خدا حافظ و ممنون. اونا چرا میخواستن تو رو بکشن؟ اصلا باورم نمیشه. تو باید پرونده رو پس بدی. من اگه پرونده رو به دست اونا برسونم همه چی حل میشه. مگه اونا نمردن؟ نه، قیافشون فرق میکرد. یعنی ممکنه زنده مونده باشن؟ گمون نمیکنم. واقعا نباید آلوده این کار میشدی. اصلا تو فکر میکنی ما میتونیم بعد از این تو این مجتمع زندگی کنیم؟ ما که آلوده شدیم، تا آخرش هم باید بریم. من نمیذارم بهروز، نمیذارم. مگه دست توه؟ آره دست منه، من اجازه نمیدم. حرفا میزنی، دست خود منم نیست. چی فکر میکنی؟ ما باید این راهو تا آخرش بریم. الو الو فرخ وی الو فرخ الو فرخ الو جواب بده. الو فرخ الو چی کار میکنی؟ بده من. الو الو سلام، اونجا چه خبره؟ خبری نیست، منتظرت بودم. فکر میکنم موقعی میفهمی کیف کاوه دست من نیست که خیلی دیر شده. نکنه به بهروز دادی؟ شما به فکر چی هستید؟ برادر من یا یه پرونده آشغال؟ میخوای با اون سه نفر معامله کنی؟ اینو تشکیلات فهمیده، نمیذاره پرونده دست اونا بیفته. تشکیلات برای بقای خودش باید پرونده رو نابود کنه، همینطور بهروز و شاید خود تو رو. میخوام باید درد دل کنم. میدونی من خیلی از مخالفینو به دام انداختم، اما سودشو یکی دیگه برده. آقایون درجهشو گرفتن. این بار جور دیگه عمل کردم. این حرف اصلا به من مربوط نیست. آه مربوطه، من برادرتو نفوذ دادم، طوری که مأمور سفارت شوروی بهش اعتماد کرد. اون اسناد درون گروهی رو می آورد و روش کار میکردیم. من نمیخواستم مسئولیم کارو به نفع خودشون تمام کنن. باید پیشرفت میکردم، خودمو تثبیت میکردم. پس پرونده رو دادم به کاوه که به موقعش بزنیم تو خال. اخشات بی فایده است. دو نفر از اعضا میخواستن به روزو بکشن که دستگیر شدن. حالام تو بیمارستان بستری هستن. داستان جالبیه. گوش کن ببینین صدا رو میشناسی. من مطمئنم که پرونده دست برادر شوهرمه، میخواد با اونا معامله کنه. خب نظرت چیه؟ شرط گفته. آه پس بذار حرف آخرمو بزنم. اگر رئیس من موضوع رو بفهمه، حتم داشته باش که پدر من و تو همه رو در میاره. اونقدر با کابل میزنن تا همه چیزو اعتراف بکنی. فرخ تو حق نداری منو بزنی. تو به مهرابی چی گفتی؟ چرا این کارو کردی؟ خفشو. تو باید کیف کاوه رو تحویل بدی. میخوای کاوه نابود بشه؟ کاوه تو داری نابود میکنی. من نمیذارم شوهرم به خاطر ندانم کاری تو از دست بده. حالت حالا شوهرت شده، دائم روزگارش سیاه میکردی، از خونه فراریش میدادی، حالا دم از شوهر میزنی؟ و واسش چی کار میکردی جز این که ازش سوء استفاده میکردی؟ باهاش گرفتاری های خونه های کلنگی تو حل میکردی. تو دنبال منافع خودتی نه برادرت. آفش اگه یه دفعه دیگه حرف بزنی کلت میکنم. یه احضاریه برام اومده، من نمیدونم با این پرونده چیکار کنم. از طرفی اونا میخوان منو بکشن. اون چند نفر نمیخوان تو رو بکشن. تو از کجا میدونی؟ اونا از تشکیلاتشون زدن بیرون. رئیس تشکیلاتی که میخواد تو رو بکشه. چرا؟ چون تو میدونی. خب تو میدونی، تو رو میکشن. زنت چی؟ اونا میدونه؟ هنوز نه، چیزی بهش نگفتم. تو باید با من باشی. من هستم، میبینی که. یه کپی از پرونده بگیر، اصل و تحویل مهرابی میدیم. اینجا اتاق جدید کاوه بود، ما اومدیم کار پرونده رو اینجا تموم کنیم. جاله جاله چت شده؟ تو باید طاقت بیاری. من کاوه رو نجات میدم. کاوه رفیق منه، همکار منه. من هر کاری بتونم براش میکنم. بهت قول میدم، فقط کمکم کن. چه کمکی؟ با اون پرونده خیلی راحت میشه کاوه رو نجات داد. اونا پرونده رو میخوان، نه کاوه رو. یعنی شما پرونده رو بهشون میدین؟ پرونده ای که یک سال روش زحمت کشیدین. کاوه اونقدر برای ما ارزش داره که این کارو براش میکنیم. مطمئن باش هر کاری بکنی به خاطر شوهرته. چه کاری ازم برمیاد؟ بیا
بگیر تا برات بگم. خیلی متشکرم. نداشتی بیا اینجا، نمیذارم ببریش. گمشو برو کنار. واسه چی این کیفو اینجا قایم کردی؟ نه نمیذارم. گفتم برو کنار. نمیذارم. غلط کردی. برش کن. به من بیرون. برش کن کیفو. چرا اومدی تو خونه ما؟ میکشمی. برو کنار. روز شده رویا؟ چرا خونه به هم ریخته است؟ اون اومد کیفو برد. کی؟ ژاله. چطور این کارو کرد؟ چرا گذاشتی؟ چرا؟ بس کن! ما باید از اینجا بریم. چه اتفاقی افتاده؟ ما دیگه نمیتونیم اینجا بمونیم. باید اینجا رو رد کنیم. باید بریم یه جای دیگه. تو داری چی میگی؟ همین که گفتم. باید اینجا رو بفروشیم. اینجا رو بفروشیم؟ هر چه زودتر. نه این درست نیست. این درسته که ما همینجوری بشینیم تا اونا هر بلایی که میخوان سر ما بیارن؟ میگه خسته شدم. خسته. میفهمم. اما راه دیگه ای هم پیدا میشه. امکان نداره. برای منم امکان نداره. بشین حرف بزنیم. تو باید اول تصمیمتو بگیری. ما نمیتونیم اینجا رو از دست بدیم. تو باید تصمیمتو بگیری. تو میدونی من برای خریدن اینجا چقدر بدبختی کشیدم. تصمیمتو بگیر. یعنی چی باید تصمیم بگیرم؟ یا من یا این خونه. رویا خواهش میکنم بس کن. ما نباید اینجا رو از دست بدیم. باشه اگه تو نمیتونی من میتونم. صبر کن ببین چی میگم رویا. من از در و دیوار اینجا بودنم برم از آدمای اینجا بیزارم. پس واسه یه چی اینجا بمونم؟ حیثیتمون رفت، آبرومون رفت. نمیتونم هر لحظه منتظر مرگ باشم. منتظر یه مشت آدم کش. رویا صبر کن. تو حق نداری از اینجا بری. سی خودت تصمیم بگیر. بمون اینجا زندگی کن بدون من. رویا یه چیزایی هست که من بهت نگفتم. خواهش میکنم بشین با هم حرف بزنیم. من با تو حرفی ندارم، میفهمی؟ تو منو تنها میذاری؟ سعی نکن با عاطفه من بازی کنی. تو گفتی تحت هر شرایطی حتی تا پای مرگ بابا میمونی. نه اینه یه برده. هر حرف تو باشه، میفهمی؟
دریا، برگرد. ما باید یه کاری بکنیم. آره، اونا 100% میان سراغمون. تو مطمئنی که اون نامه رو اون سه نفر گذاشتن رای در؟ منظور چیه؟ از کجا معلوم کار تشکیلات نبوده؟ حتی اون تماس تلفنی؟ آره، اون صدای ناشناس. شاید آدم نمیدونه با کی طرفه، اما شک ندارم تشکیلات تصمیم گرفته ما رو بکشه. مهرابی هم بعدش نمیاد، چون ما یه چیزایی از این پرونده مهربانی سیاسی فهمیدیم که نباید. آره نباید. حالا باید چی کار کنیم؟ نمیدونم این اتفاق کلافم کرده. راستش پاک گیج شدم. منم گیج شدم. این چه اتفاقی بود رویا؟ چرا ما بد آوردیم؟ اونم اول زندگیمون. آره چرا ما؟ ما محکوم به مرگ شدیم. نه، ما محکوم به مرگ نشدیم. بهروز، ما باید خودمونو نجات بدیم. آره باید فرار کنیم. فرار کنیم؟ واسه 2 ماه 3 ماه. کجا بریم؟ نمیدونم، یه جایی بریم. هتل قو خونه نه، بابا. نه 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 نه. پس کجا بریم؟ اونجا پیدامو میکنن. خلیل، میریم کانتین خلیل میاریم. آلمان. آره من پرسجو کردم، هنوز ممنوع خروجم نکردن.
با هم میریم تا برگردیم قائله ختم شده. خب اون احضاریه چی؟ اه مهم نیست، اونا پرونده رو میخواستن که به دست آوردن. اما تا بخوایم حرکت کنیم اونا ما رو میکشن. تو باید مرخصی بگیری. میگیرم. اگه تو ادارت بفهمن تو ازدواج کردی؟ گوره پدر این چیزا، ازدواج قاچاقی یعنی چی؟ بذار همه بفهمن. برای من تو مهمی. تو میخوامت رویا، میخوامت. کارا رو برا میکنم که زودتر رو بیافتیم بریم. چی من خواستی؟ میخوام باهات حرف بزنم. چرا نمیخوای بفهمی اون پرونده دست من نیست؟ میدونم دست بهروز بود. میل داشتم خودت برام بیاری نه بهروز. اینو بهروز به تو داد؟ آره، تو روی بهروز خیلی حساب میکردی نه؟ میکشمش. نه فعلا لازم نیست این زحمت رو به خودت بدی، دنبالشان که بکشنش، همینطور تو رو. چی؟ منو؟ تو بهروز کار خوبی نکردین که سر از این پرونده در آوردین. این یه پرونده محرمانه است، هم برای ما هم برای تشکیلات. اون سه نفر میخواستن افشا کنن. خب حالا که همه چی رو میدونین ممکن است هر دوی شما استفاده کنن. خب از من چی میخوای؟ دوست داری زنده بمونی؟ برادرت زنده برگرده؟ کدوم احمقی حاضره بگه نه؟ پس باید تو خط ما باشی. بهروز چی؟ بهروز اون باید بمیره. ما میخوایم تو را نجات بدیم فقط به خاطر برادرت. بهروز راننده ترانزیت قصد داره بره خارج. تا قبل از رفتنش حتما میکشنش. اگه نکشتنش چی؟ باید خودمون ترتیبش رو بدیم. بهروز آدم خطرناکی شده. اگه گیر اون سه نفر بیفته کار برادر تمومه. تشکیلاتم کلک تو رو میکنه. پس اگه خودتو برادرتو میخوای باید به حرف ما باشی. کجا میری؟ من نیستم. خونه تو شناسایی کردم. منتظرتن یه گلوله خالی کنن تو سرت. هیچ جا امن‌تر از اینجا نیست. خودت همه چیزو خراب کردی. حالا خودت باید همه چیزو روبرا کنی. من دارم میام اونجا خلیه. همه کارم کردم. میخوام با زنم بیام. هیچ مشکلی هم ندارم. آرتوش همه این کارا رو شاد لب انجام داده. قرار فردا صبح زود را بیافتیم. آره آره منتظرم باش. خیالت راحت باشه. گازو میگیرم و میام. آره بارتوشکا دادی؟ نه نه قربونت. قربونت شاد. مرسی آرتوش. چطوری؟ همه رو جمع کردی؟ آره باید اول وقت را بیافتیم. میدونم 24 ساعت دیگه تو مرز بازرگانی. فکر میکنی میتونیم یه شب موتل خوب بمونیم؟ یه شب نه، فقط یه نهار. من بهشون تلفن زدم گفتم که داریم میریم سفر. فکر نمیکنی مامانم دلخور بشه؟ نه تو کافیه یه شب بمونی، سیر تا پیاز قصه رو براشون تعریف کنی. ببینم به نظر تو من خالم؟ نه من خالم. باید هر چه سریعتر برسیم ترکیه. اونجا میتونیم 6 روز بگردیم. یه روز میتونیم تو بلغار بمونیم، یه شبم تو یوگسلاوی، بعدش هم اتریش و بعدش هم آلمان. داداش خیلی خوشحال میشه. اونجا هم ماشینو بسپاریم به خلیل، کانتینشو بیاره، منو تو و داداش بریم بگردیم. واسه نخورده کاوی سهرابی رو پیدا کنن، منو تو حسابی وقت گردش داریم. رویا خب کار من تموم شد. تموم شد؟ آره میتونیم در بریم. یعنی خلاص میشیم؟ آره میتونیم بریم تا از این وضعیت راحت شیم. چقدر زندگیمون بد شروع شد. چه برنامه هایی داشتیم؟ چه آرزوهایی؟ میرسیم به همشون میرسیم. آره من میرم یه دوش بگیرم بعد راه میافتیم. بهروز
یه نفر کنار ماشینه، بیا نگاه کن. ماشین ما؟ آره. اونا کو؟ اونجا بود. خیالتی شدی؟ نه واقعا یه نفر کنار ماشین بود. گمون نمیکنم امشب بیان. یه وقتی میان سراغمون که ما دیگه فلنگو بستیم. نه؟ شام چرا قد دست دست میکنی؟ تنظیم میکنم تو جاده ما فجر شه. خیلی خب فقط بجام. نکشتنش؟ ما با دست به کار بشیم عجیبه هنوز نکشتنش. یعنی هیچ راه دیگه ای نداره؟ فکر میکنم حرفامونو زدیم. خیلی خوب، من آمدم. میدونی؟ احساس آرامش میکنم. داریم خوشبختی از دست رفتمونو پیدا میکنیم. پیدا کردیم؟ خیلی مخلصیم رویه خانم. We'll be right back.
تو دوست داری زنده بمونی برادرت زنده برگرده؟ نباید از اون پرونده سر در می آوردی. نباید نرگش بو بده توی حادثه، یه حادثه رانندگی تو جاده، یه تصادف ساختگی. چای میخوری؟ میگم چای میخوری؟ چرا این کارو میکنی؟ اون میخواد برو بکشه. نه اون کیه؟ نمیدونم، معلوم نیست. دارن ما رو تعقیب میکنن. اونا فهمیدن، اونا فهمیدن. کنتر برو. ممکنه مسلح باشن. کنتر برو، کنتر برو. پس دارم چیکار میکنم؟ Let's go.